و خبر پایانی امشب مهدی رهنما رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ایران طی سخنانی اظهار داشت میانگین دمای هوای ایران در سی سال گذشته حدود سه درجه افزایش یافته و از 16 درجه سیلیسیوس در دهه 1370 به بیش از 19 درجه در دهه 1400 رسیده است رئیس پژوهشکده هواشناسی گفت میانگین افزایش دما در ایران با دو و هفت دهم درجه سانتیگراد دو برابر میانگین گرمایش جهانی است. رهنما تغییرات اقلیمی و افزایش آلاینده ها را از عوامل اصلی این گرمایش دانست و بر اهمیت استفاده از انرژی های تجدید پذیر برای کاهش خاموشی ها و تامین انرژی تاکید کرد. طی سالهای اخیر موج گرمای شدید ایران را تحت تاثیر قرار داده و به افزایش مصرف برق و خاموشی های گسترده در شهرهای مختلف منجر شده است. منطقه خاورمیانه، خلیج فارس و شرق دریای مدیترانه یکی از بزرگترین قربانیان تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین به شمار می‌روند.